روزنامه هم‌میهن به سردبیری عباس عبدی منتشر می شود. بنا به گزارش منابع خبری، عباس عبدی از روزنامه نگاران اصلاح طلب به جای محمد قوچانی سردبیری روزنامه هم‌میهن را در دوره جدید عهده‌دار خواهد بود. به گزارش سامانه خبری آینده نیوز، روزنامه هم‌میهن به زودی به مدیر مسئولی غلام حسین کرباسچی و سردبیری عباس عبدی منتشر خواهد شد. هم‌میهن که در آستانه انتخابات مجلس ششم با صاحب امتیازی غلام حسین کرباسچی شروع به انتشار کرده و در 12 تیر ماه سال 86 توقیف شده بود، بعد از رفع توقیف قرار است به زودی منتشر شود. روزنامه هم‌میهن در سال 86، 7 سال پس از آنکه به حکم دادگاه وقت مطبوعات توقیف شد، انتشار خود را در پی حکم دادگاه به رفع توقیف نشریه و تبرئه مدیر مسئول آن از اغلب اتهاماتی که به وی وارد شده بود از سر گرفت و تنها پس از انتشار 42 شماره در دوره تازه خود به حکم دادگاه از انتشار باز ایستاد. روزنامه هم‌میهن در جریان آزادی‌های نسبی مطبوعاتی بعد از دوم خرداد و در آستانه انتخابات مجلس ششم فعالیت خود را به مدیر مسئولی غلام حسین کرباسچی شهردار اسبق تهران آغاز کرد. این روزنامه نیز در کنار 19 روزنامه دیگر در اوایل سال 79 پس از سخنرانی رهبری مبنی بر اینکه مطبوعات به پایگاه دشمن تبدیل شدند، توقیف موقت شد. تعداد بیشتری از نشریات دیگر نیز طی روزهای بعد به این جرگه پیوستند. دادگاه نشریات توقیف شده پس از 7 سال برگزار شد و از میان تمام روزنامه‌های توقیف شده تنها از روزنامه هم‌میهن رفع توقیف کردید. درخواست برای برخورد با دو تشکل سیاسی منتقد دیگر. دو عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از کمیسیون ماده 10 احزاب خواستند تا به موازات انحلال دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب به عملکرد حزب کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز نیز رسیدگی شود. سایت خبرگزاری آفتاب نوشت که موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه ایران مدعی شد که حزب کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز همپای دو حزب منحل شده مشارکت و مجاهدین انقلاب در جریان اعتراضات مردمی سال گذشته شرکت داشتند. غلامرضا اسداللهی عضو دیگر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نیز در گفتگو با همین شبکه ضمن نام بردن از دو حزب کارگزاران و مجمع روحانیون به عنوان زمین سازان اصلی فتنه سال گذشته و خارج از چارچوب بودن فعالیت‌هایشان از کمیسیون ماده 10 احزاب خواست تا هر چه سریع‌تر با آنها برخورد کند. حزب کارگزاران سازندگی که به نظرات هاشمی رفسنجانی نزدیک است در اسفند 74 در سالهای پایانی نخستین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و با مشورت وی آغاز به کار کرد. این حزب از سوی رسانه ها به عنوان اولین حزب سیاسی مشهور شد که در درون دولت شکل گرفته است. روزنامه کارگزاران نیز تریبون رسمی این حزب بود که در 11 دی 1387 به دلیل انتشار بیانیه دفتر تحکیم وحدت پیرامون جنگ غزه و انتقاد از گروه حماس به دلیل سوء استفاده از غیر نظامیان و حکومت ایران به عنوان تجهیز کننده حماس توقیف شد. مجمع روحانیون مبارز به دبیر کلی سید محمد خاتمی نیز از تشکل‌های سیاسی مذهبی ایران است که در سال 1366 به عنوان یک تشکل منسوب به جناح چپ مذهبی و اصلاح طلب با تایید امام خمینی تشکیل شد که طرفدار دولت میرحسین موسوی در دهه اول انقلاب بود. بر پایه ادعای کمیسیون ماده 10 احزاب چندی پیش شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در دادگاهی غیر علنی و بدون اطلاع و حضور وکیل یا نماینده ای از این دو حزب سیاسی رأی به انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی داد. تابستان سال گذشته مدتی پس از آنکه دفتر حزب اعتماد ملی تشکل وابسته به مهدی کروبی نیز پلمپ شد، محمود احمدی نژاد در دیدار با نمایندگان رهبری در دانشگاه ها اعلام کرد نظام ما تنها یک حزب دارد و آن هم حزب ولایت است. این سخن احمدی نژاد واکنش برخی از مسئولان و منتقدان را برانگیخت، به طوری که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین به وی پاسخ داد که در زمان شاه نیز او گفت یک حزب داری و هر که نمیخواهد عضو آن باشد از کشور خارج شود. امروز نیز بسیاری از مردم، اساتید، دانشجوها، متخصصان، روزنامه‌نگاران و سرمایه‌های کشور در حال خروج از کشور هستند. هشدار در مورد اعدام قریب‌الوقوع بیش از 600 زندانی در مشهد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نسبت به افزایش نگران کننده آمار اجرای احکام اعدام در زندان وکیل‌آباد مشهد هشدار داده و از مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواسته است تا همه این اعدام ها را متوقف کنند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 25 اکتبر منتشر کرد، ضمن اشاره به دریافت گزارش‌های معتبری مبنی بر اعدام‌های دست جمعی و ناگهانی زندانیان در زندان وکیل‌آباد مشهد هشدار داده است که بیش از 600 زندانی در انتظار اجرای احکام اعدام در این زندان هستند. این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از بیانیه اخیر خود نوشته است: 10 زندانی در 12 اکتبر سال جاری در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. آرون رودز، سخنگوی کمپین گفته است گزارش‌های رسیده از اعدام‌های مشهد حاکی است که تعداد افرادی که در ایران اعدام شدند بسیار بیش از ارزیابی‌های انجام شده بوده است. آقای رودز تأکید کرده است با توجه به فقدان شفافیت مقامات دولت ایران، قوه قضاییه باید وضعیت زندان وکیل‌آباد و تعداد دقیق زندانیانی که به اعدام محکوم شدند را به طور کامل تشریح کند. یکی از زندانیان پیشین زندان وکیل‌آباد به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است: تنها خانواده، وکلا و حتی خود زندانیان حکمی مبنی بر صدور احکام اعدام دریافت نکردند، بلکه از زمان اجرای آن نیز اطلاعی نداشتند و پیکر زندانیان یک روز پس از دریافت هزینه تناب اعدام به خانواده های آنها تحویل داده می شود. بر اساس بیانیه کمپین، اکثریت زندانیان بازداشتگاه وکیل‌آباد محکومان جرم های مربوط به مواد مخدر هستند و برخی از گزارش ها از شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از زندانیان حکایت می کنند. بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل، در سال 2009 حداقل 388 نفر در ایران اعدام شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران یادآوری کرده است ایران پس از چین دومین کشور جهان است که بیشترین تعداد سالانه اعدام شهروندان این کشور را به خود اختصاص داده است و بالاترین رقم سرانه نرخ اعدام را داراست. از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 2005 تعداد اعدام ها به طور چشمگیری افزایش یافتند. حواله پول از اروپا به ایران کنترل می شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست آتی خود روند اجرای تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی را مشخص می کنند. و این اساس انتقال بیش از 10,000 یورو به ایران باید به مقام های مربوطه گزارش شود. همچنین از این پس حواله های بیش از 40,000 یورو تنها با دریافت اجازه رسمی ممکن خواهد بود. علاوه بر آن پهلو گرفتن شناورهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به تمام بندرهای اروپایی ممنوع خواهد شد. همچنین سرمایه گذاری جدید در صنایع ایران و همکاری های فنی و پشتیبانی با ایران نیز از جمله مواردی هستند که شامل تحریم های یک جانبه کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی می شوند. پیش از این نیز اعلام شده بود که صدور کالاهایی که مورد استفاده دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند به ایران ممنوع است. در این حال اتحادیه اروپا قصد دارد فقط بخشی از پروژه گازرسانی ناواکو را که کشورهای غیر اروپایی بسیاری در آن سهیم هستند از تحریم‌های جدید مستثنا کند. اتحادیه اروپا مجموعه تحریم‌های جدید را همسو با برخی از کشورهای غربی همچون امریکا و کانادا در راستای تحریم‌های قطعنامه 1929 سازمان ملل که در ارتباط با فعالیت‌ها و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر شده اعمال کرده و به طور یکجانبه آن را تشدید کرده است. از دید کشورهای اروپایی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی غیر شفاف و صلح‌آمیز بودن آن اثبات نشده قلمداد می‌شود، اتهامی که جمهوری اسلامی آن را همواره رد کرده است.